پاپی اسم خط لوله گازیه که هدف اون رسوندن گاز ترکمنستان به پاکستان و هند. این خط لوله عملاً تهدیدی برای خط لوله صلحه که قرار گاز ایران رو به پاکستان و هند برسونه. با این حال پاکستان با وجود تمایل به واردات گاز ایران اعلام کرده که به دلیل تحریم‌ها این پروژه ناممکنه. این فقط خط لوله صلح نیست که تحت تاثیر تحریم‌های ایران قرار گرفته. چند سال پیش بعد از بحران اوکراین و قطع گاز روسیه به قاره سبز، اروپا به دنبال منابع جدید انرژی میگشت. مقرون به صرفه‌ترین راه برای اونها هم از نظر ذخایر گازی و هم کوتاهی مسیر واردات گاز از ایران بود. اما اروپایی‌ها هم به دلیل تحریم ایران ترجیح دادن تا به سراغ یک پروژه دشوارتر برن. پروژه‌ای که گاز ترکمنستان را از طریق دریای خزر و سپس آذربایجان به اروپا منتقل می‌کند. در مورد ترانزیت هم قصه مشابهی در حال تکراره. ایران محوری‌ترین کشور در مسیر حمل کالاهای چینی به اروپا تلقی می‌شود. ایران حتی به همراه ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان پروتکلی برای این موضوع هم امضا کردند. با این حال در مسیر ریلی چین به اروپا که به جاده ابریشم ریلی معروفه، خبری از ایران نیست. این پروژه مشترک ریلی بین کشورهای چین، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان و گرجستان کلید خورده. طبعا ادامه تحریم‌ها به تدریج ایران را از معادلات انتقال انرژی و ترانزیت حذف و از عواید اون محروم می‌کنه. با این حال همچنان بسیاری در داخل کشور به دنبال تمدید تحریم‌ها و یا تأخیر در رفع اونها هستند. ناگفته پیداست که این افراد خواسته یا ناخواسته چه زیان هنگفتی رو متوجه کشور می‌کنند. زیانی که اثرات اون در آینده نچندان دور روشن‌تر میشه و چه بسا بسیاری از اونها قابل جبران نباشه.